بحث عملیات مرصاده، چون شما اونجا از نزدیک حضور داشتین تو بحث مرصاد. شما مرصاد رو مولود جام زهر میدونید؟ دقیقا، رسما اصلا هاشمی اعلام کرد. بعضی ها میگن که ما جام، بله من میگم که ما جام خوب کاری کردیم که این اتفاق افتاد. ما دیگه توان نداشتیم، ما دیگه فلان اینها، ما وضعمون اونچنان بودش و اینها، ما کردیم این کار اینا رو. بسیار خوب شد این قصه. چی بسیار خوب؟ جنوب دشمن اومد رو جاده اسفالته اهواز خرمشهر، فکه سقوط کرد، دهلوران سقوط کرد، مهران سقوط کرد، سومار سقوط کرد، گیلان غربی که در غرب سقوط در ابتدای جنگ سقوط نکرد، در پسابرجام مقدماتی سقوط کرد، در پسابرجام مقدماتی 598 سقوط کرد، قصر شیرین سقوط کرد، گیلان غرب سقوط کرد، قصر شیرین سقوط کرد، سر پل زهاب سقوط کرد. سوال، پاتاق چجوری سقوط کرد؟ سپاه و ارتش و بسیج که بودید شما تو خط مقدماتی. الان این عرضی که دارم میکنم اینا فردا باید جواب پس بدم به عنوان تضعیف مثلا نظام، به عنوان پلان. برادر تو باید بری جواب بدی، آی روحانی اتفاقا تو باید جواب بدی، مثلا پدافند بودی و فلان اینا که چجوری پاتاق سقوط کرد؟ ما اونجا توپای 175 خودکششی داشتیم، پاتاق سقوط کرد، مریم گازش گرفته با مسعود جان 5000 تا نیرو با توپ و تانک و اینا و موتورسیکلت رشه دارن میان فتح تهران. کرن سقوط کرد، اسلام آباد سقوط کرد، اینا اینا دارن میان اینا تا چهارزبر. چهارزبر هم دروغ بزرگ بود. هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه به خود همه مردم داد که ما از قبل اونجا یه نعل اسبی درست کرده بودیم و منتظرشون بودیم اینا. در پایان جنگ در 8 سال اینها 12000 تا معادل عین 8 سال دشمن تو 5 شب ازمون اسیر گرفت. دشمن اصلا وقت نمی‌کرد غنیمتیامون رو جمع بکنه، عین همین مدلی که شما امروز می‌خواید ما رو به کرنش بکشونید. یه جزء تجربیات تاریخیه، هیچ جا نمیگید، هیچ جا نمیگید، چون بنا ندارید اصلا بگید. اینها کتاباتون اینها راجع به پتروس فداکار اینها، اونم بدبخت یه ولو هلندیه پیراسالی ها نایمده بود که آخه شما دیوونه اید مگه پتروس کجا بوده؟ شست دستشو کجا تو سولاخ سد کرده؟ اینا این حرفای چرت پدر کجا در میارید؟ اینا اون بدبخت نایمده بود که ما هنوز داستان پتروسمون ادامه داشت.